اینجا یه پارک خوشگلیه پایین ساختمون معروف جام پیرامید که نزدیک میکروسپش و استادیوم آنتالیا هست. فضای سبز خیلی باحال و یه دریچه مصنوعی داره و اون برش هم یه فضای سبزی داره که خیلی جای خوشگل توی ارتفاع که ویوی دریا رو داره. من داشتم میرفتم مرکز شهر مارکانتالیا، از اونجا هم باید برم تراسیتی، دو تا پاساژ خیلی هم دوره پاساژ تراسیتی به ما، ولی با دوچرخه دارم میرم اونجا رو که هم فیلم بگیرم هم کارم انجام بدم. اینجا هم عروس تومادا رو میارن، اینجا عکسای خوشگل میگیرن. جینگ جینگ ساز میاد از بالای شیراز میاد، شاسته دو عروس تومادا اونجا هست. اینجا مسیر دوچرخه هم داره که ما این مسیر دوچرخه رو اومدیم، از اینجا میاد و میره به موسا. اینجا ببینید این دوچرخه های دو نفر هم به شما اجاره میدن، سقف داره خیلی بالا، سه نفر میتونید بشینید، دو نفر ولی باید رکاب بزنن، موتور هم اینجا اجاره میدن. کلا پارک باحالیه، بیای همه جوره میتونی اینجا تفریح کنی، جای اون فضا رو ببینید. اونجا آفتاب وسط آسمون هم باشه اونجا سایه داره، همیشه فوتبال بازی کرد، همیشه پینگ پونگ، تنیس، تمام ورزش های توپی، چون دور و برش مشکلی نداره، تا هر چقدر بخوای میتونی توپو شوت کنی. بریم اون برای پارک رو براتون بگیرم، منظره زیبا. موتور چهارچرخ هم اینجا اجاره میدن. اینجا هم آمفی‌تئاتر سالن آچیکاواه که خیلی کنسرت اینجا برگزار شد، کنسرت ایوی. کلن تمام ایرانی ها اینجا بکنن، خواننده هاشون که میان آنتالیا تو این آچیکاوا کنسرت میذارن. دو تا سالن، یکی آچیکاوا، یکی هم سالن اکسپو. الان تو همون کنگلکی هستیم، اون بخش ساحلیش نیست، اونجا این پارک روی ارتفاعه، الان میریم ویوی دریا نمایان باشه، بلا این درخت ها نمیذارن. این نیمکت ها همش رو به دریاست و این رستوران خوشگل اینجا که عروسی هم توش میگیرن و تولدهای بزرگ. این چه فضای روحانی داره اینجا، اینجا هم دیدنه پله. داشت خیلی بار نیمکت های باحال تو سایه، هنو سر ساعت حدود پنجینا هم هست. ببینید اینجا یه نیمکتیه خیلی معمولی، ولی چیزی که باعث میشه متمایز بشه این روبروی این نیمکته که این ویوی خوشگل شما دارید تو این سر زور سایه، شما میتونید از این ارتفاع همچین ویوی رو داشته باشید. ساحل کنیالدی کلن زیر پاتون اینجا. اینجا هم یه آسانسوره که الان بخاطر کرونا بسته است، اینجا پله هم داره، کنارش پله داره میره پایین، اونا که نمیتونن پله برن با این آسانسور میتونن هم بیان بالا هم برن پایین راحت. و این هم ساحل زیبای کنیالتی در یک نما. بیشتر نوار ساحلی رو اونجا رکاب زدم براتون فیلم گرفتم، ولی از جلوترش تقریبا اینجا شما میتونید بیاید بالا، مسیر دوچرخه دوتا میشه، شما میتونید بیاید بالا. این پشتر من میبینید نیمکت ها خالی، الان و خالی همجور نیمکت هایی که ویوی دریا دارن. دوباره به این باراتر هم یه جایی داره مثل همینجا، اونم یه ویوی دیگه داره، بریم اونجا رو هم براتون بگیرم.
بازم یه خورده میره بالاتر، از اونجا دیگه یه ویوی کامل ساحل کنیالتی رو داره و بعد دیگه این پارک تمام میشه، وارد خیابون کنیالتی میشیم که میری به سمت مرکز شهر و میری به سمت مارکانتالیا که مقصدمونه، اولی مقصدمونه، دوباره مقصدمون تراسیتیه. باید بریم تا تراسیتی، بریم رو رخش ما. Abi YouTuber mısın? Evet. Hangi kanalı? Fotoğraf çekelim mi? Tabii canım. Aa, bu ne de oğlum? Tamam olacağım olacağım. Ben o filmi de YouTube'da göstereceğim. Ya ya düşse Torke onu madde baban selfie bekire. Senin ismin ne? İlker. İlker. Tamam. Hadi kendine iyi bak abi. Sağ olasın. Tamam. Mr. Saman unutma. Mr. Saman. Saman. Evet. Tamam. İncan diye. آخره پارکینگ که ویوی زیبا از ساحل کنیالتی داره در ارتفاع میتونید رو ببینید و بعد دیگه از این پارک خارج میشه و این هم ویوی خوشگل. دیگه از پارک در میان وارد خیابون کنیالتی میشیم و بریم به سمت مارک آنتالیا. پرچم ترکیه و پرچم تیم آنتالیا سپورت، تیم آنتالیایی دسته یک هست ولی زیاد قوی نیست، متاسفانه تیم ضعیفی داریم ما تو آنتالیا برعکس پرسپولیس ایران. تهران که خیلی قوی بود، اینجا توی اون ضعیفه. خط دوچرخه ما رو میبره سمت پاساژ مارکانتالیا. راستی رو میدونم پارک دو شاخش کجاست ولی مارک آنتالیا رو داره نیومده. بیسیکلت پارکینگ var mı? Var. Aşağıda. Aşağıda. Aynen. Maske var mı? Evet. دو شاخه تو پارکینگ سرشیبی نرفته بودن. اولالا کارمون تمام شد، داریم میریم بیرون. یکی از بدترین چیزهایی که بدم میاد عوض کردن یه لباس. یه بار آدم عوض میکنه، دو بار آدم روزی دو بار عوض کردن کار سخت. از این ور مارک آنتالیا تا حالا بیرون نیومده بودم، کنار این مزار
قبرستون. بریم به سمت تراسیتی، ماسکمونو در بیاریم. کیلومتر مونده تا تراسیتی. یه ویترین شبیه طلا فروشی بود، چه باحال. از این اشهای من بودم بگوستم چقدر دیگه‌ای. ۴۲۰۰ میگه، یه ذره گرون میگه اینو، توی اینترنت ۳۸۰۰ هم اصلا میگه. آموزش داریم اینجا، جالبه که بیان دی جی آی شعبه داره توی آنتالیا، ولی شعبه شون خصوصیه. زودی اینو خواهم گرفت. این عکس این عشق ما هم گذاشته این بالا، دی جی آی درون دکترو، تعمیرگاه درونه. میگه یه خورده گرونتر میده، میگه بخاطر اینکه آموزش میدیم و اینکه بهتون یاد میدیم چجوری درون نه اندازیم. من میگم خب اونو که بلده، دشواری نداره دیگه. چه میگه نه، یک ساعت فقط آموزش داریم و دیگه دو سال هم گارانتی داره، یه همه چه دو سال گارانتی رو دارن. ۳۰۰ دیر میدن از اینه ارزون تر میده. اما کارتش گرفتیم ببینیم چی میشه. بریم که نزدیک تراسیتی میدیم. پارکینگ دو چرخش ته تهشه، خوبیش اینه که دیگه نمیخواد بری پایین، های بغل پاساژه. باید بریم دور بزنیم، دوره برگردیم برسیم به در پاساژ. شب شروع شد دوباره، بعد منتظر فردا روز دیگه باشیم. کارمون تموم شد توی تراسیتی، حرکت میکنیم به سمت خونه با دو چرخه. این سمبول چیه؟ سیب بوس میکنه، منظورش آدم سیبو خورد اومد جهنم. اینجا محله اسکیت باز هست با اسکوتر سوارا.
و اینجا محله دوچرخ سواراست. رخش ما اونجا مونده تنها منتظر. ساعت 9 و 20 دقیقه است فکر کنم. 9 و 20 دقیقه ساعت داره. 21 و 20 دقیقه. 9 و 20 دقیقه است فکر کنم. یه ساعت این دو ساعتی تو رو هستیم تا برسیم به خونه. ریکاب میزنیم، ورزش میکنیم. آفتابم نیست که ما رو بسوزنه. چی ریکاب زنی شدیم ما خدایی، به خاطر همین. به خاطر همین ولاگا چقدر ریکاب زدیم، کوه و کمر رفتیم دیگه، تو کوچه خیابون اصلا ریکاب میزنیم. 20 کیلومتر 25 کیلومتر برامون عددی نیست. هوای آنتاریا اصلا یه چیزی شده نگم براتون، خنک اصلا، با زور کامل فرق میکنه، انگار تابستون نیستیم، انگار پاییزیم، انگار بهاریم. واقعا الان دقیقا وسط تابستونیم، همچین هوایی خیلی باحاله. نو 20 دقیقه از کنار مارکانتالیا ریکاب زدیم، ببینیم که تا چند میرسیم دم خونه. من اینجا رو دیگه تو تاریکی میخوام ریکاب بزنم، ببینم چند دقیقه میرسم. فعلا تا خونه میبینم. خودتون ببینین ساعت چنده. 9 و 20 دقیقه حرکت کردیم. دهونیم، یک ساعت و 10 دقیقه از تراسیتی دا اینجا رکاب زدم و ورزشکاری. شاعرم داره تو گوشم میگه منو درکم کن یکم، منو درکم کن یکم، از پیشم نرو، از چی تو بخواب.